فیلم سرگروهبان با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1351. داستان راجع به حجت با بازی منوچهر وثوقه که همسرش رو به قتل میرسونه، به خرمشهر میره و به کمک مردی به نام رحمان قصد داره شبونه با قایقی از مرز آبی فرار کنه، اما مأموران اون رو تعقیب میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دیدم عجب دنیای بی حیاییه. گفتم باز یه طوری خودمو بمندم. این بود که اومدم اینجا. خب ببینم مثلا چه غلطی بکنی؟ که برم اونورا پول دارشم. پول دارشی؟ من یه کاش که پسر هرچی به خودتو مریم کردی بس نبود، حالا میخوای به خاطر حرف یه لکاتو خودتو بنزی تو هچل؟ خیال میکنی این درسته؟ یه نده درست نی؟ اینجاست که درسته درست نی؟ دنیده گرفتن که یارت نرم مس یادت نری فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک مطیعی و مرجان محصول سال 1349. دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده. در این بین مردی سعی میکنه که میونه این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هنگام خانم سلام، الان که این نومه رو تموم کنم به یاد شما با دل و قلبه کباب شدم بیختیفالی بازی میکنم. خب دیگه خاطرخواهیه و هزار دست ورق کارتی. آدم باز چشش چار تا بشه و حسابی بر بزنه. نوکرتم، خودت که دست ما رو خوندی میدونی لیس دلمون با پس لیس دل شما یه ریز به هم میخورن و دنگ و دنگ صدا میدن. این دیگه یعنی چه بچه؟ بی خودی زحمت نکش، منم فقط تا اینجاشو فهمیدم. یه دست با هم لیس بس لیس دادن، باقیشو بخون. آره بی بی هنگامه، سرباز دل ما خاطرخواه چشای بادومی شما شده و فقط این وسط یه آس دل میخوام که کارو تموم کنه. نوکرتم، به آقداداش گفتم تو رو واسم خواستگاری کنه، دیگه روم نمیشه بنویسم. اینجا چی نوشته بینا؟ ای نومه که میروی به سویش، با تاس لبم بزن تو رویش. میتی با تاس لبم بزن تو رویش. اوسو به نظر شما این شعر صد جوغ میارزه؟ منتظر شو میتی بیاد بیرون، اون وقت میفهمی که میارزه. یا حق، آخه اوس کریم شکره زرکار جون، با اجازت ما خست شدیم. فیلم دختر شاه پریون درباره دزد جوونیه که قصد سرقت کلکسیون دختر ثروتمندی رو داره.
دزد جوان عاشق دختر میشه و اجازه نمیده که همدستش کلکسیون اونو بدزده. بعد از یک سری ماجرا سرانجام دختر دزد جوان رو به مرد دیگه‌ای که خواستگارش ترجیح میده و با اون ازدواج میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ازام سر برا. منو بگه، من کلاب بابایی هم که خدایا به دل پسرم بنداز که با دختر گلین خانم زودتر عروسی کنم. الله ایامی، باز که داری دعا میکنی؟ چی کار کنم ننه؟ دعا علیک سلام، هرچی هم دعا میکنم که مستجاب نمیشه. امشب دیگه دعات مستجاب شد، مثل دوتا مرغ سر شب اومدیم تیبیله. وا، تیبیله وای، میخواستم بگم لونه از دبونم پرید شد تیبیله. ننه تبرادش کنی. وا، میخوای مهمونا ازت رم کنن؟ دیگه چی؟ میشه مانگیان سرافرازش کنی؟ چه از خود راضی؟ بیه. انگار خونه خانم هم در دروازه است که به رو همه باز باشه. حالا کی خواست بیاد که باز خانمت منیجه خانم شده؟ اگه از دماغ فیل نیفتاده بودی حالا باز خودت آدمی بودی احمد آقا. حالا که نیستم راحت ترم. آخه آخرش چی؟ نمیخوای آدم بشی؟ نه، من خوش ندارم طرق فیس و افاده کسی رو بکشم، واسه همینم نه خانومت میشستم، نمیدونم چه ریختیه و نمیدونم کدوم گوری زندگی میکنه. با این اخلاق سگت معلوم نیست آخر آقابت چی میشی. درمونه جهنم میذاری ببینم چه کوفتی میخورم یا نه. دلوات بپردیم بابا. بلش به من ننه. آخه سی شبه آزگار صفحه دختر شاه پریونو میذاره، خانومم تو قصد زندگی میکنه، خانومم هشتا پس وردار داره، خانومم الست، خانومم بلست، خانومم چغندر گندل است. بینم اینقدر کرپونو میزنی به قدر یه تسنجاقم که شده از ما پیش اون چیزی میگی. آخه چی بگم؟ بگم بچم یه ماشین بپاست؟ بچی؟ خیال میکنی از اون تعریف کنی منم مثل اون میشم؟ نره، بچه قلاق قلاق میشه، بچه قو قو. من یه ماشین بپام و سلام نومتمو. باز من اومدم دو کلام حرف بزنم تو پریدی تو حرفم. من جوون مرگ میشدم یه خانومه تا از دست کمپوزای تو راحت میشدم. میبینی تو رو به خدا آقا ابراهیم، من جرات ندارم یه کلام از خانومم حرف بزنم. خانوم باجی اونو ولش کن، باجی عمود در دلت کن، انقدر دلم لگ داده دو مادر خونه بشم که نکن. استغفر شغاله، انقدر کوشش نکن، بذار کفه مرگمونو بذاریم فردا مخ سرباز سوار کار باشیم. آخه من چه به این کارا، من مثلا فیلم بازی کنم. هی پنجه قفه داره هدر میشه، لاستیک منو زخمی کرده، انگار با شما دشمنی داشته. توی فیلم بی‌حجاب مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن. زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه منع میکنه. مسلم که با رقاصی به اسم کلثوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو اون اتاق خبر داری امروز تو بازار جلیل چه بلایی سرش آورده؟ آره، همشو بهم گفتن. سلام مسلم خان. سلام سلام گل گلاب، روغن چراغ، عرق بیگمس، چطوری پدر سوخته ی لاغ بیشه؟ خواهش میکنم شما ها مشغول باشین، میخواییم یه خورده نونبیار کباب ببر باز کنیم. بازی خندداریه دوستان، میتوانن حظ بتر ببرن، منتها این یه خورده جر میزنه. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقه‌مند میشه.
والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. خدایا تو تمام عمرم چیزی ازت نخواستم، هر چی دادی شکرت کردم و هرچی هم که ندادی زیر سیبیلی در کردم. گفتی دروغ نگو، نگفتم. گفتی عبادت بکن، خب بفرما، کردم. گفتی آزار به کسی نرسان، که نرساندم. گفتی خدا یکیست، که میگیم بر منکرش لعنت. هر چی گفتی کردم، تا اینجاش بی حساب. تو من آفریدی، منم وظیفه بندگی من انجام دادم. میمونه جانی که بهم دادی که اونم مال خودتم، هر وقت خواستی بفرما بگیرش. شاید ما زیادی هم معصوم نبودیم، اما جزام این نیست که تو داری میدی. ما دلم هوای این دختره بوده، ما شب و روز به فکرش دو بیتی خواند. بوتنش که به دماغم خورد از خود بی خود شدم. هر شب به خوابش دیدم. کار دیشب پریشود نیست، کار هر شبه. تو خواب نعره زدم، خاطر خواشم. اما ای گناه بزرگیه. خب اگه ای گناه باشه گردنم ما رو بگیر. نه ای طفل من معصومم. خدا حرفام شنید؟ منم شنیدم همه شد. جایی نریا، باز ازت درخواست دارم.